خوشحالمون کردی. ممنونی پیک خانوم. واقعا دلم تنگ شده بود. میدونین 3-4 سال شده که استاد بودن و گذاشتم کنار. اگه پیشنهادی نبود که قبول نکنم اصلا نمی اومدم این طرف. بچه‌ها خیلی کنجکاون شما رو ببینن. بفهم. خیلی ممنونم. چه خبر شد؟ همینطور دیگه ول کردن. اون آدم جلوی چشمم شوهرمو با تیر زخمی کرده. داشون تو واسم میخندید دارم دیوونه میشم. ببینین بچه ها، چقدر افسر با ادبیه که اومده از من معذرت خواهی کنه، به خاطر اینکه وقت با ارزش منو گرفته بوده. اینجا شباش حالا جمع و جور میشه. جلوی در دادگان رو خالی کنی. خوبه استاد، ای کاش یکم به پسرت یاد میدادی. میدونی قبلا وقتی خون شریکاتو پایمال میکردن چی میگفتن؟ سوپ خونه شما. به خاطر برگه هایی که آدم های تاجری مثل من میده درست میشه خیابونه پر از مجرمه. سرت به کار خودت باشه جناب سرمان. به کار خودت باشه جناب سرمان. گوش کن چی میگم، به خودت مسلط باش. این وضعیتش علامت خوبی نیست. ببینم از اون تو چطوری آزاد شد. نتونستیم حتی یه دلیلم بر علیه اون داشته باشیم. وقتی میخواستن این کارو کنن کوچیکترین دلیلم نذاشتن بمونه. پس چطوری اومد بیرون؟ خب این کاری نیست که نتونه انجام بده، معلومه به کار یکی میاد. اما به کار اون آدمی که میاد من بهت میگم، حقوق و جزا رو خیلی خوب میدونه. میدونین چرا از قبل سوالا رو میپرسم؟ کسایی که زود قضاوت میکنن بفهمن که یه اعتمادی بینمون وجود داره. مثلا این سوال، ببینین یه پروفسور حقوق چطور میتونه انقدر ثروتمند باشه؟ سوال خوبیه نه؟ جوابشم خیلی راحته. گناهکاری که میخواد زندان بره همه یه دار و ندارشو به شما میده. استاد اگه اون وقت اعدام دوباره اجرا بشه بازم هممون وکیلای ثروتمندی میشیم؟ البته بیشتر جاذبه داره مگه نه؟ به زندان افتادنم وجود داره. هم باید بعد یه ماه رو صندلی برقی بشینی، خوب اون موقع مردنم هست. کدومش خوبه؟ استاد وجدانم وجود داره. وجدان موضوع حقوق نیست دخترم. اگه اینطوری بود قاضی هیچ وقت به زور به گناهکارا وکیل تعیین نمی کرد. درسمون رو شروع می کنیم. بریم به پایه و اساس حقوق. برمیگرده به هزاران سال پیش. بریم دنبال اولین متن حقوق. حقوق با قصاص به دنیا میاد. فرزند آدم از روز اولی که به دنیا میاد گناهکارو با قصاص کردنش مجازات می کرد. داداش چی کار میکنی؟ داداش این چیه؟ تو رو خدا صبر کنین. التماستون میکنم صبر کنین، خواهش میکنم. کسایی که به ثروت آدم دست درازی میکنه دستش بریده میشه. خب از اون موقع تا الان اگه یکی یه کاری انجام بده که نتونه جوابگو باشه تا آخر عمرش اون آدمو به زندان میندازه. راستش چنان وضعیتی وجود داره که شخص در مقابل عدالت هیچ مکانیزمی نداره.
یعنی نفسی که میکشه ضرر داره، همینطوری؟ نسل به نسل قضاوت به نوبه خودش همینطوری تغییر میکنه، اما فقط یه چیز تغییر نمیکنه، کسی که قوی باشه برنده میشه. امکاجه؟ امکاجه کان؟ امکاجه؟ 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 امکاجه، امکاجه خوبی، امکاجه، 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 صبر کن، الان به آمبولانس زنگ میزنم. نه نیازی نیست یامور، نیازی نیست. اتفاقات تکراری. آخ. کان منو دید؟ آره؟ نه اون هنوز خوابیده. گفتم برم آشپزخونه، وقتی اون از خواب بیدار میشه براش ساندویچ درست کنم. بعدش بازم چشمات سیاهی رفت؟ این ولکن نیست، میگذره. خواهش میکنم از این به بعد منو کانو تنها نذار باشه، نمیخوام منو اینطوری ببینه. نگران نباش. باشه. تو چشم بچه مثل قهرمان بودم، ببین حالا به چه روزی افتادم. تو بازم قهرمان اون هستی هر اتفاقی که بیفته. این قهرمانی که به خاطر اون ارزشی نداره، قهرمانی که نمیتونه دنبال آدمایی باشه که این بلا رو سرش آوردن. دستا بالا ببینم. چیزی ندارم. بالا گفتم. به خاطر برادرم اومدم، دنبال معجزه میگردم. از پلا که رفتی پایین، اونجا یه آشپزخونه هست. بهتره من برم. وایسا منتظر بمون، بیا اینجا. معجزه بود مگه نه؟
چی لازم داری؟ من به همچین چیزایی باور نمی کنم. گفتم چی لازم داری؟ من شفا نمیدم، یه دکترم. باشه، خیلی خوب. ببین، من 3 هفته است که دنبال شما میگردم. ببین، برادرم زخمی شده، 3 تا تیر خورده، یکیش به قلب نزدیکه، نتونستن اونو بیارن بیرون. برادر تو به من چاخه؟ میتونین به برادرم کمک کنی؟ اینو میدونم، لطفاً. تو به خاطر من چی کار میتونی بکنی؟ تا این حد تونستم جور کنم. این خیلی کم، بیشتر از اینو پیدا میکنم. کافیه برادرم خوب بشه. ببین، با این حال نمیتونه به کار پلیسی ادامه بده. کی پلیسه؟ من به کسی چیزی نمیگم، براتون درد سر درست نمیکنه. خواهش میکنم. گفتی برادرت کیه؟ مصطفی کریم جان. شاید از روزنامه دیده باشین. ببینین، برادرم همه چیزمه، باید به اون کمک کنین. خواهش میکنم. ممنونم، در حق من لطف بزرگی کردی. تنها جایی که میتونه ازش بیاد همینجاست؟ اون تو هستش. چی کار کنیم؟ غیب شو متو. یعنی چی؟ غیب شو پسر. تنهایی میری؟ شما دو تا این تو بمونین، شما هم برین دم در، تو هم کنار آسانسوری که تو آشپزخونه است باش، بقیه‌تون با من بیاین. بدش من، میتونی بری. داداش، تو رو خدا برام فرستاد، به خاطر خدا از اینجا بریم، زود باش. زود باش داداش، عجله کن، کجا موندی؟ برین بیرون،
این کار جرم محسوب میشه. اگه اتفاقی برای من بیفته تباه و بیچاره میشی. آروم باش، بیا با هم حرف بزنیم. آروم باش، خواهش میکنم، دیوونگی نکن. من بگو پشت کیا قایم شدیم. نمیتونم بگم. آروم باش، آروم باش، بیا با هم حرف بزنیم. اگه نمیتونی حرف بزنی پس به اون چونه نیازی نداری. نه گوشتو وا کن، اگه میخوای چونت سر جاش بمونه برام یه دلیل حسابی بیار. من چی نمیدونم، یکی بالاتر از همه است، هیچکی اونو نمیشناسه. مگه من کیم؟ من کیم که بدونم؟ خدا من نمیدونم. تو میدونی کی هستی؟ تو یه آدم بی مصرفی، یه بی مغز که دست رازی میکنی. مرت بارجا، عکسی که برات فرستادم نگاه کن، چند دقیقه بعد دوباره بهت زنگ میزنم. داداش تو رو خدا برام فرستاد، به خاطر خدا زود از اینجا برو، زود باش. بله. از اون تاکسی پیاده شو. تو داری چی میگی؟ زود از اون تاکسی پیاده شو نیلوفر. تو داری منو تعقیب میکنی؟ دارم میگم جونت در خطره، از اون تاکسی پیاده شو. یعنی چی؟ بهت میگم پیاده شو، بقیه شو بذار به عهده من. داداش میشه منو پیاده کنی؟ حالا تا اون تاکسی نرفته منتظر بمون. رفت؟ الان به یه جای شلوغ برو و آدرسو برام بفرست تا بیام. باشه. دوربینای پارکینگ هتل 15 دقیقه ای درست میکنن، یکی میاد دنبالت، باید بری رئیسو ببینی. رئیسو میبینم؟
مگه من چه کار اشتباهی کردم؟ کاری که بهت گفتم و انجام بده. ببین، کسایی که قیافه رئیس رو میبینن میمیرن، اینو خودت هم میدونی. خواهش میکنم، من هیچ کار اشتباهی نکردم، باور کن. استاد، 2 دقیقه مونده میایم دنبالتون. خیلی خوب، ممنون. دستتون درد نکنه، خیلی عالی شده. مردم ما وقتی آدم شیک ببینن چشماشون رو باز میکنن و گوشاشون رو میبندن، اینجوری به حرفامون گوش نمیدن. دارم میام. ممنون، خیلی زحمت کشیدین. من براتون حقایق رو میخوام بگم. اگه جنگ جهانی اول و دوم نبود، دنیا جای بهتری نبود. منابع دنیا نمیتونستن اینو تحمل کنن، به غیر از منابع کسایی که مسبب این کار بودن. مغز پروفسورم سود کشیده. اوه قربان، شما هم که اینجایید. خوش اومدین. برین طبقه بالا. اگه تو آشپزخونه پیش غذایی بود بردارو رو میزد بزن. نیلوفر اینجا نیست؟ آه، چند دقیقه دیگه میرسه، الانو که برسه. نوشه جون. ممنون. واسه اینجا هم یه نفر لازمه. به همین دلیل انسان‌ها تبدیل به یه معضل میشن. یا باید همه انسان‌ها را به یه سیاره دیگه ببریم تا جمعیت ساکن روی زمین کم بشه، یا اینکه جنگ جهانی سومو باید شروع کنیم. تاریخ با 30 ساله، 20 ساله یا 10 ساله هیچ ربطی نداره. اگه تو 1000 سال دیگه انسانیت راه بیشتری بگیره، پس بهتره یه تعداد از انسان‌ها بمیرن. خب مگه چی میشه؟ ای بابا، اگه یه نفر دیگه بود اینو جور میدونستیم، اما نمیدونم چرا وقتی تویی باید گوش بدیم. پروفسور، من که دیگه سر در نمیارم. مامان میگه غذا آماده است، اونم از غذاهایی که دوست داری، منوی قهرمانی. باشه پسرم، میام. بابا، انگلیسی تو خیلی خوبه، نه؟ خوبه، بعضی مواقع به قدری خوبه که ترکی حرف زدنمو خراب میکنه. من یه نامه نوشتم، بعد شام میخوام برات بخونم. باید به انگلیسی ترجمه کنی. حالا چرا باید به انگلیسی ترجمه کنیم؟ آخه میخوام قهرمان بودن تو رو به همه دنیا بگم. امکاجه من. ما رو همه باید بشناسه. دستت درد نکنه. نوشه جون، برای تو هم میارم. فقط یه روزی بینمون باشه، نامه رو هنوز به مامان نگفتم. چرا؟ فقط ما دوتا میریم بابا. خب چرا مادرت نمیاد؟ اون باید ترکیه بمونه و از برادرم مراقبت کنه. ای بابا، همینطوره، الان که شما کنار هم هستین الانم به یه برادر نیاز دارم. چه برادری؟ تو داری چی میگی پسر؟ هرچی من میخوام اون میشه. گفتم مامانم اون میدوزن، تو نجاتش میدی. گفتم مامان میفهمه تو رو چقدر دوست داره. ببین، توی خونه با هم زندگی میکنیم، الان نوبت داداشه دیگه، باید داشته باشم. به نظر من اصلا وقتش نیست. بسیار خوب، زود باشین. تو اونو به عهده من بذار. چی شده؟ یعنی کی میخواست منو بدوزه؟ کسایی هستن که به داداش آسیب رسوندن. تو اونجا چی کار میکردی؟ خیلی کنجکاوی بدونی؟ پس چرا 15 روز زنگ نمیزنی؟ معذرت میخوام، فرض کن چیزی نپرسیدم. با من اصلا حرف نمیزنه. این کارش منو نابود میکنه. حتی به هم نگاه نمیکنه. با تو حرف میزنه. اونجا چی کار میکردی؟ دنبال یه چیزی بودم که حال اونو خوب کنه. به این کار امید داشتم. حال امکاجه خیلی بده؟ همش از حال میره.
دست و پاش بی‌حس میشن، نمیتونه کنترل کنه. اونو بهتره یه کاری بدن که نشسته باشه. پلیس بودن این چیزا رو داره. با دستش باید اسلحه بگیره. باز نشستش میکنه. ممنون. خودت دوست نداری؟ اصلا خوشم نمیاد. مامان! بچه ها به سلام رسوندن. خیلی نگرانت هستن. بهشون بگو حالم خوبه. به زودی برمیگردم. ببین، من خیلی فکر کردم. ازت یه چیزی میخوام، یعنی به خاطر اینکه ولکان زیر دست منه نمیخوام اونو تو این کار دخالت بدم. حتی نمیتونم باردارم تو هیچ کاری دخالت بدم. باشه، نیازی نیست توضیح بدی، فقط کافیه خوب بشی. میخوام در مورد آحسن تحقیق کنی و همه چیزو واسم بگی. میخوام بدونی که چرا این کارو کرده. یعنی اون هنوز تو زندگی شماست و دخالت میکنه؟ برام سال نو یه پیامی فرستاده بود. نوشته هدیه یه سال نو تو بیرونه. کسی که منو بیرون برد این بود. این یعنی چی؟ یعنی دو تا احتمال میدم، اما اصلا نمیتونم بفهمم. یک، این که میخواسته اون شب من برم بیرون و بارجا و نیلوفر اونطوری ببینم. یعنی چی؟ یعنی میخواسته که تو اونا رو ببینی؟ راستش نمیدونم. یا اینکه میدونسته کسی که میخواد منو بزنه بیرونه و میخواسته من تیر بخورم. نه دیگه، یعنی آحسن به خاطر شما آدمای عزیزی نیست؟ یعنی به خاطر این که اینو بخواد باید کار بدی باهاش کرده باشین دیگه، نه؟ به همین خاطر که نمیتونم قبول کنم. آحسن همچین آدمی نیست و منم هیچ کاری با آحسن نداشتم. میخواین چشاشو باز کنم رئیس؟ آقا خواهش میکنم، من یه چانس دیگه میخوام. وقتی کارشو تمام کنم میرم یه جای دیگه گم و گور میشم. لطفاً من تو رو از دست پلیس و زندان نجاتت دادم. من تو رو چرا نجاتت دادم؟ ها؟ چرا؟ من نمیدونم آقا. تو این کار من نیاز به آدمای کوچیکی دارم، مثل تو، کسی که توجه ها رو به خودش جلب نکنه. بعد این که کار تو انجام دادی، در مورد آینده تصمیم جدی میگیرم. هر جور شما سلام میبینین آقا. گوشات میشنون نه؟ با اومدن تو جلسمون داره شروع میشه. تو هم الان برو تو و با دقت تمام بفهم که ازت چی میخوام. یعنی همین، به خاطر اینکه داداشم نبینه دوری میکنم. نه، کار درستی میکنی. به بچه ها خبر دادم، تا زمانی که نیروها بیاد اینجا میمونم. ممنونم. به امکاجه چیزی نگو.
آه، تو بودی. سلام. من شما رو تنها بذارم. داداشم حالش خوبه؟ آه، زیاد نه. تلفنم یادم رفته. باشه، میگم بیا با هم بریم تو. شاید اگه یکی رو پیشم ببینه بهم سلام بده. داداش چطوری؟ خوبم، من برم یکم دراز بکشم. داداش خواهش میکنم این کارو نکن، حداقل یه چیزی بگو. قبلا گفته بودم، گفته بودم این کارو با من نکن. امکاجی خیلی ناراحت میشن، تو رو هم خیلی دوست دارن. منظورت کیه؟ کیو میگی؟ خواهر تو بارجا، اونم دم دره، مثل سگ خیابونی داره نگهبانی میده. بارجا بیرونه؟ آره. وایسا. من احمقم ها؟ من احمقم؟ چی؟ داداش چی میگی؟ همراه بارجا میای، اونم اون بیرون منتظره. وقتی که ازت میپرسم چی شده میگی با هم نیستیم و همدیگر رو نمیبینیم. داداش ما همدیگر رو نمیبینیم. به من دروغ نگو، اگه اینطوره پس چرا اون بیرون منتظرته؟ خیلی دلت میخواد بدونی اون حتی به من نگام نمیکنه. چی شده ایلا؟ چی شده؟ یا مور تو هم یه چیزی بگو، تو هم امروز بارجا رو دیدی که چقدر ناراحت بود. یه لحظه چی؟ یعنی چی دیدیش؟ تو بارجا رو دیدی؟ من حرف اشتباهی زدم. آها فهمیدم، همتون دست به یکی کردین و فکر میکنین که من احمقم. مگه نه؟ کجا بارجا رو دیدی؟ چیزی رو پنهون نمیکنم، تو دادگاه دیدمش. تو دادگاه؟ میخواستی بری بیمارستان ولی رفتی دادگاه، همینطوره یا مور؟ آره رفتم به عنوان وکیله، چون تو پدر پسرمی و به این پرونده من باید رسیدگی کنم. نمیخوام رسیدگی کنی، فهمیدی؟ اگه میخواین منو گول بزنین پس نیازی نیست که متوجه من باشی. بابا من یه وکیلم، دارم کارم میکنم. من به تو گفتم دوری کن، دخالت نکن. بعد تو داری چیکار میکنی ها؟ داری میری دادگاه و بعدش هم به من دروغ میگی و با اون قاتلا یه جا میپلکی. عالیه، تو اینجوری به فکر من هستی ها؟ اون مثل یه گربه خودشو به مظلومیت میزنه و میگه حالا داداشم چطوره، اما عشقش بیرون منتظره. همچین چیزی وجود نداره. به من دروغ نگو. باشه، من دارم با جون خودم معامله میکنم و حالا باید مراقب شماها باشم ها؟ تو با قاتلا، تو هم با اون حریف. خوب گوش کنین چی میگم. من تو این زندگی فقط 3 نفر هستن که به فکرشونم، فقط 3 نفر، فهمیدی؟ تو هم گوش کن چی میگم. وقتی من تو رو با اون بارجا یادم میاد، میدونی چی جلوی چشم میاد؟ اون حریف فردا یا پس فردا میره خودشو میکشه و تو یه عمر با چشمای خیس تنها میمونی. همینو میخوای؟ ها؟ اگه اون نشه تو کنار اون میمونی و بعد یه اتفاق میفته، همه دنبال اون میفتن، اما چون تو کنارشی تو رو هم باهاش میکشن. ما کنار هم نیستیم. نیستین. چند دقیقه بعد میفهمی. باشه داداش. امکاجه وایسا، امکاجه کجا میری؟ بلم کن. یعنی چی؟ چرا به من نگفتین که تو اون پرونده شما وکیل بودید؟ اگه من میدونستم. اشکالی نداره، تو هم که نیت بدی نداشتی. بارجا، بارجا، بارجا.
واسه آخرین بار بهت میگم، وقتی بابا مرد این دختر رو به من امانت داد. فهمیدم. ببین، من با تو دیدم وقتی آدم عزیزش رو از دست میده به چه حال روزی میفته. باشه؟ تا امروز بابات نتونسته تو رو عوض کنه، من دیگه نمیتونم عوضت کنم. موضوع فطرته، تو همینطوری زندگی میکنی. اما ببخشید، من نمیذارم که خواهرم کنار تو باشه. دمت گرم. بی خیال تایفونم شو، کسی از تو انتقام نمیخواد، فهمیدی؟ تو باید باشی، من دنبال انتقام تو نیستم، کارمو انجام میدم. من میخوام نه دور و بر خودم باشی، نه دور و بر خواهرم، فهمیدی؟ نمیخوام دیگه ببینمت. به جای اینکه از تو متنفر باشم، ترجیح میدم که تو نباشی. حالا که از من یه چیزی خواستی، منم واسه آخرین بار یه چیزی ازت میخوام. این که زود سر پا بشی، باز خاطر کن. فکر میکنم دلتون برای همدیگه تنگ شده باشه. همچنان صدای شما. دلیل این که حرف میزنم، این که یه خبر خوب و یه خبر بد براتون دارم. از عادته، از خبر بد شروع میکنم. توی مدت کوتاه استانبول شهری میشه که نمیشه توش زندگی کرد. خبر خوبم اینه که ما و عزیزانمون اینجا نخواهیم بود. مشتری جدید داریم. اون کسایی که تو منطقه اعتبارشون از دست دادن، چشمشون رو استانبوله. دستور شما در مورد این موضوع چیه؟ دوست جدیدمون در این مورد به شما اطلاع میده. این مناطق پر از سلاح و مهماته. جنگ ها تموم میشه، بعد دوباره شروع میشه. از ما میخوان قسمت مهمی از این اسلحه ها و مهمات رو بیاریم توی استانبول. اسلحه ها رو به مشتری های جدیدمون میرسونیم. بله نوین خانوم، وظیفه کسایی که دور این میز نشسته اینه که با مهماتی که استانبولو غیر قابل زندگی میکنه، اونا رو به دستشون برسونیم. تایفون بعد از اولین وظیفهش از بین ما میره. چشم قربان. پول و جنس ها رو طوری وانمود میکنیم که انگار تایفون توی شرط بندی برده. تایفون تو این دارایی رو از بانک سوئد که تو استانبول شعبه داره به دوست جدیدمون میدی. چشم قربان. خب بعد از این که پولو تحویل گرفتی، میخوای اسلحه و مهماتو تحویل کی بدم؟ به آقا جفدت. وقتی آقا جفدت اسلحه ها رو میاره، شما نوین خانم با اون یکی پول تو نقشه که جلوی شما اشاره شده اون زمینا رو میخرید. اگه اشتباه نکنم این زمینا همسایه مناطق پلیسی و سربازیه. آقا جفدت کاری میکنه که این مهمات و اسلحه ها رو اونجا خاک کنن. آقا قاسم تو مرحله آخر ما رو میبره پیش مشتری آخره. یه توصیه براتون دارم، حد اکثر تا 15 روز عزیزانتون رو از این شهر ببرید بیرون، چون فکر نکنم دیگه این شانس رو پیدا کنید. یالا یالا زود باش زود باش زود باش دیگه. ازم عصبانی شو، سرم داد بزن.
اگه نمیخوای حرف نزن، اما اینو بخور داداش، این حالتو خوب میکنه. نیلوفر چرت نگو باشه، با چیزای پیش پا افتاده و سنتی پیش من نیا لطفاً. اون زنی که اینو درست کرده الان داره به روسیه و دانمارک دارو میفروشه. از یه دوستم که تو دانمارک زندگی میکنه فهمیدم. از بابای دختر ناامید شده بودن اما طرف حالش خوب وای شد. وای، پس از من ناامید شدی داره؟ خوبه که اینو فهمیدم عزیزم. بهت بر نخوره، خواهش میکنم. ببین میدونم تو این چیزا رو باور نداری، اما این زن یه چیزی داره. یه بار امتحان کن، چیزی از دست نمیدی. نیلوفر، من باید خودم رو جمع جور کنم، باید ذهنم رو جمع جور کنم. من نمیتونم وابسته این چیزای مسخره تو باشم. وقتی حس کردی میخوای بیهوش بشی بخورش، یا وقتی که دستت خوابید. خیلی خوب، باشه، خیلی خوب. به نظر من تو هم نباید با این چیزای مسخره درگیر بشی. داداش چی کار میکنی؟ اینو نمیخواستم بهت بگم، اما فکر میکنم باید بگم. جوری دیگه ای تو منو درک نمیکنی. من برای خریدن این دارو میدونی با چه چیزایی سر و کله زدم؟ جاهای مسخره رفتم، با آدمای مسخره سر و کله زدم. کسایی که تو رو زدن، منو تعقیب کردن، من دزدیده شدم. تو داری چی میگی؟ اون بارجایی که تو 3 هفته است تو صورتش حتی نگام نمیکنی، درگیر انتقام تو بود، اومد جون منو نجات داد. آها، برای اینکه تو رو دوست داریم، هممون تو رو خیلی دوست داریم. به خاطر همین دم در بود، وگرنه نمیبینیم. هر کاری میخوای بکن، نمیتونی مانع این بشی که خوبی داداشمو بخوام. لازم باشه هر جایی بدتر از اونم میرم. اگه امید باشه حتی تا جهنمم میرم. برای اینکه تو داداش منی، به خاطر اینکه من تو رو خیلی دوست دارم. تموم شد؟